پایان نبرد در بلخاب. شورشگران متواری و امنیت دوباره به بلخاب برقرار گردید است. به نام خدا و با تقدیم سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیو های خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نماییم تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را لایک و سابسکرایب نمایید تا جدیدترین ویدیو های خبری روزانه ما با خبر شوید. نتورک تیوی در برگه فیسبوکش می نویسد: پایان نبرد در بلخاب، شورشگران متواری و امنیت دوباره به بلخاب برقرار گردیده است. پس از نبردهای چند روزه در ولسوالی بلخاب، سرپل یک تن از متنفذین بلخاب می گوید امنیت از سوی طالبان تامین گردیده است و بغاوتگران کشته و یا متواری شده است. این متنفذ قومی که در دو طرفش فرماندهان طالبان قرار دارد می گوید چند تن از شورشگران و بغاوتگران که از ولایت های دیگر برای برهم زدن آرامش مردم آمده بودند مهار گریزند و از کسانی که به دلیل نبردها در این ولسوالی به ولسوالهای دیگر پناه برده بودند خواست تا دوباره به خانه هایشان برگردند. از چند روز بدین سو نبردهای سنگین میان مولوی مهدی از فرماندهان هزار تبار با طالبان پس از بینتیجه ماندن چندین جلسه دست به نبرد زدند و چندین تن از دو طرف کشته و زخمی شدند. کشتار و بازداشت غیر نظامیان در بلخاب، صدها خانواده به کوه ها پناه بردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه 6 خرداد در توییت نوشت که از قتل‌های فراقانونی، کوچشباری، تخریب اموال و سایر موارد نقض حقوق بشر در شهرستان بلخاب گزارش‌های نگران کننده‌ای رسیده است. بنت افزود که به دلیل متوقف شدن فعالیت شبکه‌های مخابراتی و دسترسی نداشتن رسانه‌ها، برقراری ارتباط با ساکنان بلخاب مشکل شده است. در 3 روز گذشته صدها خانواده شامل زنان، کودکان، کهنسالان از روستاهای تحت سلطه طالبان در بلخاب به کوه‌ها پناه بردند. برخی منابع در بلخاب بر شرط حفظ نامشان به ایندپندنت فارسی گفتند که در روزهای شنبه و یکشنبه نظامیان طالبان پس از ورود به مرکز بلخاب و برخی از روستاهای آن 15 غیر نظامی را در این روستا خوال، سیاگک، ترخود، شهرک، دهنه و پای چنار تیرباران کردند. یکی از ساکنان ترخود که روز شنبه در جریان ورود نظامیان طالبان در آن روستا حضور داشت گفت بیشتر مردم به کوه ها فرار کردند، اما برخی افراد مسن، زنان، کودکان و برخی مردان جوان که فعالیت های نظامی نداشتند در خانه ها مانند. طالبان به سمت آنها نیز دام ها و باغ ها آتش گشودند و ده ها تن از مردان را باقی مانده را در روستا بازداشت کردند. این منبع افزود که فعالیت شبکه های مخابراتی در بلخاب مختل شده است و طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهند از این شهرستان خارج شود. طالبان دستور بازرسی همه خانه ها را صادر کردند و جنگجویان این گروه با رهنمایی اعضای بومی از جمله سید جوادی هاشمی بلخابی خانه های افرادی را که در دولت پیشین افغانستان مسئولیت داشتند یا با مهدی مجاهد در ارتباط بودند بازرسی کردند. این منبع تصریح کرد که طالبان به افرادی که در روستاها باقی ماندند اجازه نمیدهند پیکر غیرنظامیان را که این گروه تیرباران کردهاند دفن کنند. یک منبع دیگر گفت که تا شامگاه یکشنبه پس از تلاش و التماس فراوان تنها جسد 7 غیرنظامی دفن شد، اما پیکر شماری دیگر از غیرنظامیان هنوز به مردان مان محل تحویل داده نشده است. هرچند برخی از منابع محلی شمار غیرنظامیان تیرباران شده را بسیار بیشتر می دانند، به دلیل اختلال در فعالیت شبکه های مخابراتی و از محدودیت های سختگیرانه برای ساکنان محلی و متواری شدن بخش زیادی از مردم به کوه ها، از شمار افراد کشته شده گزارش دقیقی در دست نیست. حاجی محمد محقق از رهبران سیاسی هزاره در افغانستان روز یکشنبه در فیسبوکش نوشت که طالبان در بلخاب غیرنظامیان را کشتند. او در این مطلب گفت علی رغم تلاش هایی که انجام شد تا از وقوع جنگ جلوگیری شود موفق نشدیم. ظاهرا طالبان از قبل برای سرکوب این منطقه مجاهد پرور مصمم بودند که با جمع آوری تقریبا 8000 نفر از واحدهای بدری، منصوری و الجوری به این منطقه هجوم بردند و توانستند در این جنگ نابرابر طی 4 روز مرکز شهرستان بلخاب و بازار نو و کهنه آنها با 8 روستای خالی از سکنه شده در خود را تصرف و جمع زیادی از مردم بی‌دفاع را قتل عام کنند. محقق 3 تن از غیرنظامیان را که در روستاهای تخشار و دهنه ترخوش تیرباران شدند نام برد: سید عظیم شریفی 75 ساله، سید علی‌آقا و سید وحیدی. او افزود که 2 چوپان و 3 کشاورز را هم در روستای جمیرک تیرباران کردند. محمد محقق ادامه داد: طالبان در اقدام دیگر در شهرستان لعل و سرجنگل استان غور به منزل مسکونی یک فرمانده پیشین نیروهای مردمی به نام محمد مرادی حمله کردند و او 2 دخترش و 1 خانواده‌دارش را کشتند.
و یک فرزند و همسرش را با خود بردند. او از سازمان های مدافع حقوق بشر با ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست جنایت های ضد بشری طالبان را محکوم کنند. در همین حال پاتریشیون گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان زمان حقوق بشر روز یکشنبه در توییتر گفت که از اعدام اسیران نظامی در بلخاب گزارش های نگران کننده وجود دارد. گاسمن افزود طالبان باید ارتکاب این جنایات جنگی را متوقف کنند و از نیروهای خود در این مورد پاسخ بخواهند. طالبان تاکنون در مورد گزارش های قتل و کشتار تنظیمیان اعدام اسرای جنگی و متواری شدن مردم به کوه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع طالبان روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که پس از چند روز حمله و بغاوت مرکز بلخاب را تصرف کردند و عملیات با هدف نیروهای مخالف این گروه در سایر روستاهای بلخاب ادامه دارد. طالبان پس از حدود یک ماه محاصره نظامی روز پنجشنبه دوم تیر ماه از سه محور به بلخاب حمله کردند. شامگاه جمعه هم یک انتحاری کننده ی حزب طالبان با نفوذ در میان نیروهای تحت امر مهدی مجاهد فرمانده ناراض طالبان خود را منفجر کرد که با کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شد. این حمله انتحاری خط دفاعی بلخاب در قم کوتل را شکست و در میان مردم هراس ایجاد کرد. ساکنان بلخاب میگویند پس از آن که خطوط دفاعی بلخاب شکست، مردم از ترس انتقام‌جویی طالبان به کوه‌ها پناه بردند. بسیاری از خانواده‌ها همه دارایی خود را در خانه‌هایشان رها کرده و به کوه‌ها پناه بردند. بسیاری از این خانواده‌ها چیزی حالا برای خوردن ندارند و این نگرانی وجود دارد که اگر چند روز بیشتر در کوه‌ها بمانند، از شدت سرما و گرسنگی تلف شوند. حسن کاظمی قومی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نخستین مقام خارجی است که در مورد جنگ های بلخاب اظهار نظر کرد. او روز یک شنبه در توییتر گفت بلخاب را فتنه مقدماتی آمریکا خواند و گفت اولویت آمریکا برای آشوب ضعفمند در افغانستان جنگ آفرینی قومی و مذهبی است تا هزاره و تاجک را قربانی طرح خود و بحران افغانستان را منطقه‌ای کند. کاظمی قومی از رهبران سیاسی افغانستان خواست از درگیری بلخاب فاصله بگیرند. از همراهیتان جهان سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.